به گزارش روز خوش آمدید. من تنازه خامه هستم. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 شب به وقت ایران به مهمترین خبر روز خواهد پرداخت. در حالی که موج جدید حملات اسرائیل به حزب الله در لبنان تشدید شده، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران هنوز اظهار نظر صریحی درباره انتقام‌گیری و واکنش متقابل به اسرائیل نداشتند. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک گفته جمهوری اسلامی آماده است سلاح‌های خود را کنار بگذاره به شرط اینکه اسرائیل هم سلاح‌های خود را کنار بگذاره. مشتبه پور محسن در گزارش امروزش بیشتر درباره وضع جدید خامنه‌ای و جمهوری اسلامی توضیح میده. شکست سنگین خامنه‌ای در لبنان، سکوت کرکننده در تهران، انهدام ده‌ها هزار راکت پنهان حزب الله در خونین‌بارترین روز چند دهه اخیر لبنان، سخنان جنجالی پزشکیان درباره خلع سلاح جمهوری اسلامی در نیویورک، فرار از مهلکه به جای عقب نشینی، اسرائیل چگونه بازوی نظامی خامنه‌ای و نصرالله را تا آستانه نابودی پیش برد. برای کسانی که هنوز متوجه نشدند، میخواهم سیاست اسرائیل را روشن کنم. قبل از اینکه تهدیدی عملی شود، پیش دستانه پاسخ میدهیم. در هر کجا، در هر جبهه، در هر زمان، موشک ها و تروریست ها را از بین میبریم. شوک اسرائیل به جبهه موسوم به مقاومت در خاک لبنان، بیش از 1300 حمله هوایی به مناطق تحت کنترل حزب الله در شهرهای مختلف، فاز نهایی از زنجیره عملیات‌های تل آویو علیه بیروت، چند روز بعد از آنکه در عملیاتی جاسوسی نظامی منتسب به اسرائیل با انفجار صدها پیجر و بیسیم نیروهای حزب الله توان ارتباطی این گروه شبه نظامی زیر ضرب رفت، ارتش اسرائیل با ارسال پیام‌هایی به گوشی تلفن همراه شهروندان جنوب و شرق لبنان از آنها خواست به سرعت محل اقامتشان را ترک کنند تا هدف حمله قرار نگیرد. وقتی نتانیاهو در پیامی به شهروندان لبنان گفت اسرائیل با حزب الله سر جنگ دارد نه مردم لبنان، به گفته او این گروه شبه نظامی از مردم به عنوان سپر نظامی استفاده می کند. اسرائیل در حملاتی که هدفمند و پیش دستانه نامید به این مراکز پوششی حمله کرد، از جمله در اینجا در یکی از روستاهای لبنان که نیروهای حزب الله مشغول آماده سازی یک موشک کروز DR-3 برای شلیک به اسرائیل بودند. موشک هایی که حزب الله با ایجاد تغییراتی در پهپادهای TU-143 قدیمی شوروی سابق ساخته، جنگ افزاری روسی که احتمالاً از سوریه وارد لبنان شده. حزب الله لبنان این موشک ها را در خانه های مسکونی اعضایش پنهان کرده بود و برای حمله گسترده آماده می شد. اسرائیل با حمله به این مناطق توانست صدها پهپاد انفجاری و راکت های میان برد و کوتاه برد حزب الله را هم نابود کند. در حملات پیاپی جنگنده‌های اسرائیلی در روز دوشنبه دست کم 558 نفر کشته شد. خونین‌ترین روز لبنان از زمان جنگ داخلی در این کشور در دهه 1980. اسرائیل میگوید تا دستیابی کامل به اهدافش حملات هدفمند به لبنان را متوقف نخواهد کرد. در مقابل حزب الله هم دوشنبه و سه‌شنبه صدها راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرده که اکثریت قریب به اتفاقشان را سامانه گنبد آهنین دفع کرد. تعدادی از آنها هم در حاشیه‌های خالی از سکنه شهرهایی مثل مج بن عامر و افولا فرود آمدند و یکیشان به ساختمانی وابسته به شهرداری کریات شمونا برخورد کرد اما تلفاتی نداشت. تهمانده توان حزب الله که تقریبا تمام نفرات رده اول و دوم فرماندهی ارشد نظامیش در حملات اسرائیل کشته شد. حملاتی هدفمند که از 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد و در آخرین مورد در حمله به زاویه جنوبی به کشته شدن دست کم 15 فرمانده یگان رضوان انجامید و یکی از قدرتمندترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را تا مرز نابودی کامل پیش برد. در طول یک هفته میتوان گفت که از بسیار جهاد نصرالله در رأس حزب الله تنها مانده. برخی تحلیلگران جهان عرب معتقدند این سید علی بوده که حسن نصرالله را تنها گذاشته. اما به نظر میرسد ضربه به حزب الله شکستی سنگین برای خامنه ای است. وقتی مهمترین بازوی بازدارندگی او زیر آتش و گلوله است و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل به جایی رسیده که تهران از تمام فرماندهان نظامی و شخصیت‌های سیاسی ارشدش خواسته از پیجر استفاده نکنند و تا حد ممکن از تلفن همراه دور بمانند. خامنه‌ای هفته گذشته بعد از حملات مرگبار اسرائیل به نیروهای حزب الله
از طریق پیجر و بیسیم به اشاره کلی به لبنان بسنده کرد و دیگر نه حرفی از انتقام زد نه تنبیه سخت. غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور. همچنان که بعد از مرگ اسماعیل هنیه به رغم بلوف‌ها و خط و نشان کشیدن‌های فرماندهان سپاه پاسداران از خامنه‌ای صدایی در نیامد. به نظر می‌رسد نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ساختار جبهه موسوم به مقاومت جمهوری اسلامی را در موقعیتی متفاوت قرار داده. وقتی عقب نشینی تاکتیکی بی نتیجه مانده و تهران فرار را برقرار ترجیح داده. در نتیجه همین شکست هاست که پزشکیان در سفر به نیویورک گفت برای کاهش تنش با اسرائیل آماده است. خبری که بلومبرگ منتشر کرد و وزارت خارجه ایران زیر بارش نرفت. اما در فایلی صوتی از سخنان پزشکیان که ایران اینترنشنال منتشر کرد نشان داد رئیس جمهور ایران از این فراتر رفته و از تروریست های ایرانی سخن گفته. تروریسته، فرق نمی کنه چه عربه، چه عجمه، چه فارسه، چه اسرائیل، چه آمریکاست، چه ایرانه. ما آماده ایم تمام سلاحامون رو بذاریم کنار به شرطی که اسرائیل هم بذاره کنار. به نظر این حرف ها را کمتر کسی در نیویورک باور می کند. وقتی همین حالا هزاران موشک و پهپاد و راکت ایرانی همچنان در خانه های مسکونی در لبنان پنهان است. این تصویر فرار مردم لبنان از خانه هایشان است برای گریز از حملات خونین اسرائیل به مواضع حزب الله، و این تصویر کودکان اسرائیلی است که در زایمان زودرس به دنیا آمدند و از همین اولین روزهای عمرشان برای در امان ماندن از حملات راکتی حزب الله به بیمارستانی دیگر منتقل می شود. قربانیان تا اون جنگ خاورمیانه که قلبش در تهران می تپد. به فرماندهی کسی که شاهد نابودی توان نیابتیش در لبنان است و در محاصره اطلاعاتی و نظامی اسرائیل به نظر کاری از دستش بر نمی آید جز آنکه سکوت کند و از ترس حداقل با یک چشم باز بخوابد. مشتبه پور محسن، لندن. مهمان این برنامه علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. آقای سعدزاده، چقدر کشته شدن فرماندهان ارشد حزب الله بر توان راهبردی این سازمان و همینطور سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی اثرگذار از نظر شما؟ تعیین کننده است. یک استراتژی تعیین کننده است که جمهوری اسلامی و حزب الله رو در بنبست عجیبی قرار داده. همین الان خبر رسیده که ابراهیم اویسی فرمانده نیروهای موشکی حزب الله رو در یه ساختمانی در بیروت کشته اسرائیل، و بعد کشته شدن سران گروه رزبان یکی از بزرگترین ضربه هایی است که به حزب الله وارد شده. گروه رزبان رو می شود با سپاه قدس درون سپاه پاسداران مقایسه، گروه نخبه‌ای که قرار بوده برای فعالیت های خارج از کشور، و همه اینا رو از پیش برده. و جالب این است که فرمانده ارتش اسرائیل گفت ما ادامه خواهیم داد، و خیلی ها فکر میکنند که دامنه این بمباران ها افزایش پیدا خواهد کرد، و نتانیاهو هم گفته و هم نتانیاهو و هم گالان وزیر دفاع گفتند ما نباید به حزب الله اجازه نفس کشی بدیم، نباید اجازه استراحت بدیم. حزب الله در ضعیف‌ترین دوران تاریخش قرار گرفته، و این با همون به اصطلاح انفجار پیجرها شروع شد در این چند روز اخیر، و عملا ارتباطات کل سازمان منفجر شده. بعضی ها به طنز میگن بسی که به قاصد و تبلیغگر نامرسان برگرد. خب ارزیابی شما از مجموع واکنش مقام های ارشد جمهوری اسلامی، خصوصا حالا شخص خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، به اونچه که در لبنان جریان داره و به خصوص تشدید عملات اسرائیل به مواضع حزب الله چیه؟ واقعیت این است که همونطوری که خبرنگارتون گفت، حزب الله مهمترین گروه طرفدار ایران هست در منطقه، و نابودی حزب الله در حقیقت، یا نابودی توان نظامی حزب الله در حقیقت، یک شکست بزرگی است برای جمهوری اسلامی. و به همین علت هم هست که جمهوری اسلامی نمیتونه این شکست رو بپذیره. شما اگر به سایت های خبرگزاری فارس، تسنیم و دیگر خبرگزاره هایی که به سپاه پاسداران نزدیک هستند مراجعه کنید، همشون صحبت از تعداد موشک هایی می کنند که نمیدونم حزب الله میشلیک کرده، کمتر صحبت از شکست حزب الله می کنند، کمتر صحبت از دامنه بمباران اسرائیل می کنند، چون میدونن که انتقال این خبرها و
در افکار عمومی مردم ایران این سوال رو مطرح میکنه که پس این همه موشک و پول و امکانات که در اختیار حزب الله گذاشتید الان موقع استفاده ازش هست و در حقیقت حزب الله هم کاری نمیتونه بکنه، تمام حملاتش در حقیقت نمایشی هست، بیش از 90% این پرتاباهایی هم که حزب الله میفرسه توسط سامانه‌های دفاع اسرائیل به اصطلاح گرفته میشه. آقای سعدزاده، خب دیدیم که مسئول پزشکیان در دیداری که با نمایندگان رسانه‌های آمریکا داشت گفتش که ما سلاحامون رو زمین میگذاریم اگر اسرائیل زمین بگذاره. چطوری این رو ارزیابی میکنین؟ چقدر ممکنه واقعا این موضع جمهوری اسلامی باشه؟ فکر میکنم خیلی ها بخندن به این حرف آقای پزشکیان، چون گفت اگر اسرائیل سلاحاش رو زمین بگذاره. یعنی چی؟ اسرائیل یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داره، یعنی از نظر نظامی یکی از قوی‌ترین به اصطلاح صنعت نظامی جهان رو داره. اسرائیل یک گروه نیست که اسلحه‌اش رو زمین بذاره. یعنی چه اسرائیل اسلحه‌اش رو زمین بذاره؟ از طرف دیگه مگر ایران در جنگ با اسرائیل که از طرف اسرائیل میخواد این طرف اون طرف جنگ اسلحه‌اش رو بذاره زمین، ما هم به زمین می‌ذاریم؟ یعنی منطقی است که کسی نمی‌پذیره. و من فکر میکنم مجموعه شرایط در ایران ایجاد شده، این در ارتباط با اون سوالی که قبلا گفتم، چون نتوان من نخواست به اصطلاح دفاع دار ایران این حرفا رو آقای پزشکیان مجبوره بزنه. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.